گاه آنچه ما را به حقیقت می‌رساند خود از آن عاری است، زیرا تنها حقیقت است که رهایی می‌بخشد. دلتنگی‌های آدمی را باد ترانه می‌خواند، رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده می‌گیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته می‌ماند. سکوت سرشار سخنان ناگفته است. در این سکوت حقیقت ما نهفته است. حقیقت تو، حقیقت من. برای تو خویش چشمانی آرزو می‌کنم که چراغ‌ها و نشانه‌ها را در ظلماتمان ببیند، گوشی که صداها و نشانه‌ها را در بیهوشی‌مان بشنود، برای تو خویش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد، و زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خویش بیرون کشد و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است سخن بگوییم. گاه آنچه ما را به حقیقت می‌رساند خود از آن عاری است، زیرا تنها حقیقت است که رهایی بخشد. سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید لحظاتی شاد و دلی آرام داشته باشید. پریسا ساعد میزبان این هفته شما در گفتمان هفته هستم. در مبحث امروز صحبت خواهیم کرد، سخن خواهیم گفت در رابطه با خشونت انقلابی یا خشونت مقدس رژیم ولایی بر علیه دگراندیشان. 33 سال از سلطه مطلقی دینکاران ولایی در کشور ما می‌گذریم. در این میان ما شاهد استمرار خشونت سیاسی، فروپاشی و راندخاری اقتصادی و فساد روزافزون اجتماعی بودیم. نقش فاحش حقوق بشر، تسویه حساب‌های ایدئولوژیک میان خودی و غیر خودی در عرصه حقوق شهروندی و انسانی نه تنها فاجعه آفرین بوده، بلکه میتوان به جرأت شیوه های ضد بشری این نظام را در حصر دگراندیش جنایت علیه بشریت نامید. یکی از برجسته‌ترین و هولناک‌ترین نمونه این کشتار سالهای سیاه 60 به ویژه تابستان 67 بود که سیاست حذف و خاموش باش دگراندیشان به عنوان بزرگترین آرمان انقلابی اسلامی
در بطن نظام نهادینه شد. به فرمان مستقیم رهبر انقلاب آیت الله خمینی، حامیان انقلابی او هزاران زندانی خردسال تا بزرگسال را ظالمانه به قتل رساندند. این زندانیان که شامل طیف‌های مختلف چپ از جمله فدایی خلق، اقلیت، اکثریت، حزب توده، کارگر، پیکار، سازمانی، غیر سازمانی از یک سو و بخشی از اعضای سازمان مجاهدین خلق از دیگر سو بودند، به اتهام ضد انقلاب، مخالفان اسلام، منافق، محارب و یا خرابگر بدون محاکمه توسط آدمکشان رژیم در اعدام‌های شتاب زده چند دقیقه‌ای قتل عام شدند. اعدام‌های سال 60 فجایع غیر قابل انکاری است که هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد. به ویژه موج شتاب زده اعدام‌ها و کشتارهای جمعی که طی آن هزاران هزار زندانی سیاسی در زندان‌های مخوف حکومت ولایی در ماه‌های مرداد و شهریور 67 مخفیانه و وحشیانه به قتل رسیدند. پس از تماشای یک ویدیو کوتاه به استودیو خواهیم برگشت و من و دوستان عزیزم خانم هما سرشار و آقای مهدی اصلانی در خدمت شما خواهیم بود. ما باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت رفتار کند. ژاندارمری با شدت رفتار کند. ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با آنها با شدت رفتار میکنیم. اینجا اسد هادی داماد ما اینجا بود. خب حالا من امام چیزی نوشتم، شما رو حرف ایشون صلاح نیست چیزی بگید. من گفتم آخه چطور صلاح نیست؟ یه آدمی که دو سال، سه سال زندان بهش دادم، حالا هست بالاخره قاضی تشخیص داده دو سال یا سه سال زندان بهش دادم. حالا اینو ما فوری بیاییم بگم تو سر موضعی میگه در بیان بدن تقریه دارش کنید. آخه این مسابقه هیچ میزان جور نیست. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان اونها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشون می گذارند و اعضای اونها را بخواهد و اونها را محاکمه کند. این مردم رو علاقه به اسلام بدن بیان کردن. زورگویی های مأمورین و مسئولین و مردم رو زده میکنه از آخون. اینجور هی ولایت فقیه گفتن ولایت فقیه، این بیشتر زدگی دارن، حق ندارن بی تفاوت باشن. تمام مردم وظیفه دارن. کارایش که حالا یه مرد یه کار جزئی انجام میده خلاف اینو من میتونم از منکر، اما یه منکریست مثلا در جامعه که اینو شخص نمیتونه انجام بده، باید مردم متشکل بشن. دنیا چماقی دیانه نمیشه کار کرد. حکومت چماقی یه توی دنیا پیش نمیره. مردم روشن شدن، بیدار شدن، هر کسی اهل مطالعه است، اهل کتاب خوندن بیدارن. تو دنیا اینجوری دارن حکومت میکنن، مردم حکومت دست ملت. با سلام مجدد دوستان عزیز، در استودیو خانم هما سرشار روزنامه‌نگار و آقای مهدی اصلانی زندانی سیاسی سالهای 60 و نویسنده کتاب کلاغ و گل سرخ که حاوی تجربیاتی در سال 67 هست هستند. خیلی خوش آمدید خانم سرشار. سپاسگزارم خانم دکتر ساید و آقای مهدی اصلانی. منم سلام میکنم به شما مهمان برنامه و همه بینندگان محترم برنامه‌تون. با تشکر از شما. همچون که میدونیم از آغاز برقراری جمهوری اسلامی تا به حال این خشونت انقلابی و خشونت در حقیقت ایدئولوژیک همواره بر علیه دگراندیش اعمال شده. موضوع بحث امروز ما بیشتر روی
سالهای 60 به ویژه سال 67 است که دقیقاً از ویژگی خاصی برخوردار هستش به خاطر عمق فاجعه. شما نظرتون نسبت به این اعدام‌های سال 67، اعدام‌های شتاب زده‌ای که در چند دقیقه در حقیقت طیف‌های مختلف چپ از پیکار گرفته، اکثریت، اقلیت، کارگر، حزب توده، از سوی دیگر برخی از در حقیقت اعضای مجاهدین، افراد سازمانی و غیر سازمانی به دستور آقای خامنه‌ای و حامیان انقلابی او در حقیقت حذف فیزیکی شدند و در عرض چند دقیقه به اعدام سپرده شدند، هزاران نفر، خردسال و بزرگسال. خب در این مورد کشتارهای 67 خانم دکتر ساید، سالهای اخیر صحبت خیلی شده، کتاب نوشته شده، مقالات زیادی نوشته شده، کتاب خود آقای اصلانی کلاغ و گل سرخ که هم من سال گذشته موقعی که به لس آنجلس اومدم برای معرفی این کتاب در جلسه شون بودم و بعد هم کتاب رو خوندم، همیشه این تصور و این فکر رو برای من به وجود میاره که چرا در طول سالهایی که این اتفاق افتاد، به خصوص سالهای اولش، دهه بعد از این رویداد، این فاجعه به این بزرگی و کشتار دست جمعی دگراندیشان، افراد، بچه های جوان و جوان ملت ما که همه با یه ایدئولوژی و آرمان‌های اصلاح طلبانه، پیشرو، خواهان عدالت، خواهان برگزاری دموکراسی در ایران وارد میدان مبارزه شده بودند و می‌خواستند که برای کشور یک حکومت در واقع ایدئال خودشون رو به وجود بیارن و چیز دیگه جز این خواسته نداشتن، چرا باید بود چنین تصمیمی گرفته بشه از طرف آیت الله خمینی و با حمایت بقیه حکومتگران، مردان حکومتی جمهوری اسلامی در آن دوران که همگی مهر موافقت رو گذاشتن به این خواسته آیت الله خمینی، حتی آیت الله منتظری که بعدها از اونها جدا شد، در اوایل او هم همراهشون بود، یعنی همه خواستار این بودن که این بچه های جوانی کشور ما کشته بشن به بهانه عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق. این کشتار رو آغاز کردن در دو نوبت. از کتاب آقای اصلانی من کوت میکنم که در مرداد ماه مجاهدین رو کشتن و بعد در شهریور ماه سراغ چپی های مختلف، بچه های چپ رفتن و به این بهانه یک سری از جوانان رو کشتند و در رمز کامل، در سکوت کامل روشنفکران و مبارزان سیاسی در ایران که بعد از اینکه خبرش هم حتی پخش شد کسی نه اعتراضی کرد و نه حرفی زد و سالها گذشت تا اینکه حالا یا جرأتش رو پیدا کردن یا دلیلی برای این گفتن پیدا کردن صحبت کردن. برای من واقعا دغدغه بزرگ در مورد کشتار 67 اینه که چرا ما سکوت کردیم و شاید الان که این برنامه داره پخش میشه، گفتگویی با هم داریم میکنیم، به چون همزمان هست با هفته هولوکاست در سراسر جهان، هفته‌ای که یادآوری میکنه نسل کشی گروهی رو توسط حکومت آلمان نازی، شاید بهترین موقعیتی هست برای اینکه ما ببینیم که چگونه میشود که با مبارزه، با بیاد ماندن، با سخن گفتن، با اشاره کردن، با نوشتن، با فیلم ساختن و با اعتراض جهانی مسائلی از این قبیل رو جلوش رو بشه بگیرن. هرچند که خب اتفاقات بعدی هم که افتاده، نسل‌کشی بوسنیا، اتفاقاتی که در رواندا افتاده، اتفاقاتی که در کشورهای مختلف افتاده، نشون میده که حکومتگران توتالیتر و یا دیکتاتورها کماکان خواستار این هستن که مخالفین خودشون رو به صورت سیستماتیک از بین ببرن، ولی دیگه به اون ابعاد فاجعه آمیز هولوکاست نخواهد افتاد. ولی در جامعه ایرانی هم باید بود این بیداری و آگاهی و هوشیاری در جامعه ما باشه و بعد هم نقد بشه که چرا سکوت شد، چرا کسی صحبت نکرد، چرا کسی اعتراض نکرد، چرا تنها کلام معترض باید بود از دهان آیت الله منتظری در بیاد تا بعد سالها بعد روشنفکران ما، اهالی قلم ما شروع بکنن به نوشتن یا خاطره بنویسن و یا کتابهای پژوهشگرانه در این زمینه بنویسن. تشکر میکنم آقای اصلانی. اجازه بدید که با همین پرسش خانم هما
سرشار شروع بکنیم با شما. واقعا چرا روشنفکران ما سکوت کردن؟ آیا نیروهای سیاسی، کنشگران سیاسی که خودشون سهامدار انقلاب بودن، پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی یا حکومت ولایی، حتی اگر معترض بودن، فکر میکردن که سکوت بهتر از اعتراض، به علت اینکه خودشون هم سهامدار به روی کار آمدن رژیمی به نام جمهوری اسلامی بودن، خودشون از خمینی هواداری کردن، خودشون در حقیقت وحدت در یک نوع ائتلافی در به روی کار آمدن در حقیقت حکومت دیگر، حکومت جایگزین با رهبری آقای خمینی، یک رهبر مذهبی کردن. آیا فکر میکنید که خود این، یعنی این در حقیقت سکوت، این خاموشی، این نظارگری که در درون ممکنه قوقا بوده ولی در بیرون سکوت برقرار بوده، چه معنی داشته در اون زمان؟ ببینید، اون چه که در ارتباط با سکوت جامعه روشنفکری سیاسی اجتماعی در ارتباط با کشتار تابستان 67 مطرح است، به گمانم بحث مفصلی رو میطلبه که شاید خودش موضوع یک برنامه بتونه باشه. اما سرتیتر من بگم، نوع اقتدار ترس در جامعه جنگ زده ما اون زمان وجود داشت. دومی مسئله که بسیار حائز اهمیت اینه که تصمیم به کشتار تابستان 67 کاملا تصمیمی سری بوده و با سریت کامل پشت درهای بسته به واقع تصمیم گیرندگان اصلی و کار به دستان نظام اسلامی شکل گرفته. آنچنان که میدونیم در خاطرات آقای منتظری نقل شد و درس کرد این خبر، خود آیت الله منتظری که فرد دوم نظام بوده هم رو در جریان نگذاشته بودند. اما خیلی کوتاه اگر من بخوام بگم، استراتژیست های جمهوری اسلامی زمانی رو که برای کشتار انتخاب کردن، به واقع یک دستاورد باید برای اونا تلقی کرد. جامعه به شدت جنگ زده و مجروح و زخم خورده از جنگ که تمام کوچه هاش نام یک شهیدی رو بر خودش داره، وقتی که پایان جنگ اعلام میشه و جامعه دنبال مرهم میگرده برای زخم های بیشمارش، به واقع اون تصمیم گیری که سری صورت گرفته بود، عملیاتی که پنهان از چشم همه رخ داد رو عملیاتی میکنن. و دو تا از دلایل اصلیش به گمانم، اگر نخوام درازگویی کرده باشم، رو میشه در همین چارچوب بهش به روش مکس کرد. بله، دلایل اصلی واقعا چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ شما میگویید که در حقیقت 67، کشتار 67 از ویژگی خاصی برخوردار بود، دلایل خاص خودش رو داشت. البته اشاره که خانم هما سرشار کردن و من بیشتر فکر میکنم که خود من مد نظرم بود، سکوت کنشگران سیاسی و روشنفکران از ابتدای اعمال خشونت رژیم ولایی بر علیه دگراندیشان بوده. میپردازیم به ویژه در رابطه با کشتارهای 67، ولی آنچه که من گفتم و فکر میکنم ایشون هم مد نظرشون بود، به طور کلی این سکوت و خاموشی در برابر کسانی بود که آزادی خواه بودند، طرفدار دموکراسی بودند، خواهان برقراری مبانی حقوق بشری در کشوری که در حقیقت در این تنگناها، در تنگناهای رژیم گذشته نمیتوانست که در حقیقت این مطالبات شهروندی رو آنجوری که باید و شاید برآورده بکنه. پس بنابراین جنبش آزادی خواهی یا انقلاب 57 بر مبنای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود. اما وقتی این اتفاق نیفتاد، در همون سالهای اول یک سکوت، یک خاموشی در حقیقت که شما اشاره میکنید بر مبنای حراس یا ترس، گناه، به هر دلیلی بود، که بحثی است بسیار مهم که باید باز بشه در زمان خودش. اما امروز محور بحث ما روی 67 هست و ویژگی 67. بفرمایید که کسانی که واقعا صحنه گردان این قتل ها بودند، به نظر شما چه کسانی بودند؟ البته میدونیم که دستور از طرف آقای آیت الله خمینی ظاهرا صادر شده بود. بی هیچ اما و اگر، انگشت اصلی اشاره ما به تمامی میبایستی که به روی آیت الله خمینی باشه، بی هیچ اما و اگر. اما کارپردازان درجه اول نظام به واقع اون تصمیم گیری رو انجام دادن. من به عنوان یک شاهد میتونم بگم که از نیمه دو به این سو که زندانی‌ها رو برای بازجویی مجدد
فراخوندن و از زندانیان چپ و مارکسیست سوالهای ایدئولوژی که تازه‌ای رو مطرح کردن مبنی بر مسلمان بودن نبودن، خدا رو قبول دارید ندارید، نماز میخوانید یا نه، که در واقع فاکتور جدیدی بود به پرسش‌هایی که همواره ما رو می‌بردن و موضع سیاسی همیشه مورد هجوم قرار می‌گرفت. طبق گزارشاتی هم که در حقیقت امروزه دیگه مشخص شده، هم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی هم تو خاطراتی که در حقیقت از طرف کارپردازان اصلی نظام در اومده، مسئله بیماری آقای خمینی از نیمه دوم سال 66 به قدری حاد میشه که گزارش تیم پزشکی ایشون مرگ قریب الوقوع ایشون رو نوید میداد. بیمان هم کارپردازان نظام اسلامی حل سه مسئله کلیدی رو توی برنامه خودشون گذاشتن: یک، پایان دادن به جنگ که امکان پذیر نبود بدون آقای خمینی، بسیار دشوار می بود. کسی که گفته بود 20 سال این جنگ طول بکشه ما ایستاده ایم، یک باره در حقیقت اون اتفاق بخواد بیفته بعد از نبودن ایشون تقریبا ناممکن بود. برکناری آقای منتظری باز بدون حضور آقای خمینی که در حقیقت ایشون رو پاره تن خودشون خطاب کرده بودن باز ناممکن بود. به تبع این دو در حقیقت حذف صورت مسئله زندانی سیاسی که بسیار حجم بالایی رو پیدا کرده بود، این سه مسئله رو تصمیم گرفتن کارپردازان اصلی نظام. اینجا ما مرتب این اسامی رو تکرار میکنیم، این در حقیقت تکرار تنها و تنها هدفش تاخت زدن حافظه و یاد با فراموشیه، نه قصد انتقام تیز کردن شمشیرهای روز انتقامو داریم که نداریم اساسا فاقد اون هستیم، نه قصد مچگیری داریم. کارپردازان نظام اسلامی، رؤسای سه قوه، آقایان هاشمی رفسنجانی، آقای علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی و احمد خمینی به عنوان نماینده تام الاختیار آقای خمینی، به اضافه مسئولین درجه یک امنیتی نظام مثل آقای رشحری به عنوان وزیر اطلاعات، آقای علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، معاونین ارشد این وزارتخونه مثل آقای سعید عجاریان و دیگران، در ترکیب اصلی کسانی که اون تصمیم گیری مخوف رو اجرایی کردن وجود داره. جدیداً کتاب آقای هاشمی رفسنجانی که یادداشت‌های سال 76 شون هست مؤید تمامی این مسائل، به ویژه روز شمار دارن در پنجم مهر ماه که بسیار بسیار تکان دهنده است. ایشون در یادداشت روز پنج مهرشون اعلام میکنن، یعنی 20 روز بعد از اوج کشتار اعلام میکنن که حضرت امام به واقع سرنوشت زندانیان زنده مانده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام وانهادند. این یعنی که تعدادی رو کشتیم و بقیه رو حالا امام گفتن که مجمع تشخیص مصلحت راجعش تصمیم بگیره. تصمیم گیری اعضای مشخص مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخصن، رؤسای سه قوه هستن، آقای موسوی اردبیلی، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای میرحسین موسوی، وزیر اطلاعات آقای رشحری و وزیر امور خارجه آقای ولایتی هستن. در اون جلسه آقای هاشمی میگن که نمایندگان و مطلعین وزارت اطلاعات و قضات اوین هم حضور دارن. باز اونجا اشاره میکنن در پنجم مهر، ما در یادداشت پنجم مهر، که قضات اوین نظر تندتری رو داشتن، گفتن بقیه رو هم باید باشون برخورد بشه. وزارت اطلاعات مطلعینشون در حقیقت میگفتن اوضاع به سابق برگردد. از همه این یادداشت‌های این در حقیقت روز پنجم مهر میشه این گونه فرمول کرد که تمامی کارپردازان نظام اسلامی در تاریخ پنجم مهر، یعنی 20 روز بعد از اوج کشتار، همگی میدانستن که چه اتفاقی افتاده است. اینکه مرتب تکرار میشه نمیدانستیم یا خبر نداشتیم، به واقع یه نوع گفتمان و گفتار غیر اخلاقی رو در حقیقت منتقل میکنه. تکلیف مردان حکومتی جمهوری اسلامی در ارتباط با این کشتار 67 که مشخصه، اینو همه میدونن که حالا همشون به نوعی دستشون تو این کاره. باز من برمیگردم به اون سوال اصلی که ذهن منو مشغول میکنه در واقع در ارتباط در مقابله با این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده، و اون اینه که پرسش دیگری برای من هست، اون این هستش که آیا به دلیل اینی که مجاهدین خلق با نوع استراتژی که داشتن برای مقابله با جمهوری اسلامی و یا طرز فکری که داشتن و نگاهشون یه مجموعه است از مسائل سیاسی و همینطور مذهبی، برای مردم ایران و برای روشنفکران چپی گروهی بودند که مرگشون یا کشتارشون اونقدر چیز مهمی نبوده که در مقابلش بایستن، و چون کشتار 67 بیشترین صحبت در موردش کشتار
جمهوری مجاهدین خلق هست و اونها حالا جمهوری اسلامی اینها رو به دو دسته کرد، اونها رو که کشته، محاربه و ارتداد. محاربه با مجاهدین خلق بودن و ارتداد چپی ها بودن، ولی در انظار عمومی مثل که این کشتار کشتاری است که متعلق به مجاهدین خلق و بیشترین تعداد بچه های مجاهدین خلق هستند که کشته شدن. آقای اصلانی، شما به عنوان کسی که شاهد بودین، در متنش بودی، توی زندان بودین، این مسئله رو چطوری میتونید بشکافید برای ما که مردم، آیا علت این سکوت و حرف نزدن در موردش این است که بخش عظیمی از این بچه‌هایی که کشته شدن مجاهد خلق بودن یا نمیدونستن واقعا مردم؟ چگونه باید به این قضیه نگاه کرد؟ علت اصلی به گمانم عدم اطلاع رسانی دقیق بوده. به واقع خود حکومتیان هم مدت‌های مدید تبلیغ کردند که مجاهدین در حقیقت به جهت شروع عملیات فروغ جاودان به مرزهای اسلامی در جنگ با یک کشور بیگانه همراه با اونها شدند و در حقیقت اون کشتار علت اصلیش این بوده. خب عملیات فروغ جاودان، عملیات فروغ جاودان که همون موقع که اتفاق افتاد مردم مطلع بودن، این خبرش رو دادن، این حمله‌ای که کرده بودن، این که دیگه پنهان نبود. بله، خبر مجاهدین رو داشتن ایشون در نه 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 درسته. من صحبتم چیز دیگه ایه. ببینید، پلیدی این فرمول و این نگاه اینه که حتی اگر این اولا در تابستان 67 ما با یک نوع همه کشی مواجه هستیم. درسته. یعنی جدای از مجاهدین، بقیه نیروهای سیاسی هم سهم خودشون رو از مرگ میگیرن. منتها سازمان مجاهدین به عنوان بزرگترین نیروی سیاسی به جهت حجم بالای از زندانیانی که داشت، خب به هر حال تعداد بیشتری رو از سازمان مجاهدین در اون سالیان اعدام کردن. منتها ما در تابستان 67 با یه نوع همه کشی مواجه هستیم. فرزن کسانی که از اعضا و هواداران حزب توده و سازمان اکثریت هستن که خب در سالهای 60 این دو سازمان در واقع با سیاست حمایت از نظام جمهوری اسلامی، اونا رو دیگه نمیشه متهم کرد به اینکه آقا عملیات مسلحانه کردین تو زندان یا بلوا کردین، چون کارپردازان امنیتی نظام مدت‌ها مدید مطرح میکردن که مجاهدین حمله کردن به مرزهای میهن اسلامی، توی زندان هم اینا میخواستن شورش بپا کنن، خل اصلاح کنن برادرای پاسدار رو، ما هم گرفتیم کشتیم. این توجیه اولا بسیار پلیده به یک دلیل مشخص که زندانی کتبسته‌ای که در نظام جمهوری و نظام زندان اسلامی حکم گرفته، یعنی عمده زندانیان اعدام شده زندانیانی بودن که در خود بیدادگاه‌های نظام اسلامی محکوم به حکم شده بودن، بسیاری از اینها احکامشون به پایان رسیده بود و حتی منتظر آزادی بودن، زندانی کتبسته در واقع چه اقدامی میتونسته بکنه علیه مرزهای میهن اسلامی جز اینکه اون یک اقدام در انتقام گیری کور بوده از اسرای نبرد نابرابر که زندانی سیاسی باشن؟ اینا در حقیقت میخواستن مسئله زندان سیاسی رو با حذف صورت مسئله به راه حل برسن. خب بسیاری از کسانی رو که اعدام کردن، دوستان خود ما از بچه های چپ رو که اعدام کردن، ما کسانی رو داشتیم بهشون گفتیم ملیکش، یعنی حکمشون تمام شده بود، شرایط آزادیشون این بود که برن مصاحبه و انزجار ویدیویی بدن، اینا نمیپذیرفتن، مونده بودن منتظر آزادی بودن. خب بسیاری از این دوستان ما در تابستان 67 مقابل هیئت مرگ قرار گرفتن، هیئت مرگ منصوب از طرف آقای خمینی، و اعدام شدن. منتها تبلیغات، نوک تیز تبلیغ بر این بود که در حقیقت تو تابستان 67 تنها مجاهد کشی شده. خب این گونه نبود دیگه، در واقع تابستان 67 با یک نوع هم کشی مواجه. آقای اصلانی، اشاره کردید که چند تا عامل رو اشاره کردید که این حکم رو میخواستن از آیت الله خمینی بگیرن قبل از اینکه به خاطر بیماری شدیدی که او داشته، و اشاره کردید که یک به خاطر در حقیقت دور کردن آیت الله منتظری بوده و یک دیگر از عواملش به خاطر این بوده که خب یه سری زندانی در زندان وجود داشته که اینها نمیخواستند، یا استنباط من از صحبت‌های شما این هستش که اینها نمیخواستند که این نیروی مخالف خارج بشه و احتمالاً بتونه دست به اعتراضاتی بزنه یا جنبشی بزنه، درست فهمیدم؟ بله. ببینید، من اون سه تا مسئله که گفتم، یعنی پایان جنگ، حل مسئله آقای منتظری و به تبع اون حذف در حقیقت صورت مسئله که اون تعداد بالای زندانی سیاسی در حقیقت بودش، این سه تصمیم رو گرفتن. برای هر سه اجرایی کردن هر سه اینها، اینا به اتوریته مذهبی آقای خمینی و مهر و کاریزمایشون نیازمند بود. سوال نیستش آقای اصلانی، آقای آیت الله منتظری چه خطری داشت برای رژیم جمهوری اسلامی؟
جز اینکه آیت الله منتظری شاید چهره رحمانی تری از اون در اسلام در حقیقت تعریف شده داشته؟ نه، مخالفت کرده بود علنا با خمینی. نه مخالفت کردنش رو ایشون میگن که قبل از اینکه این حکم رو گرفتند، قبل از حکم ایشون دارن میگن، نه بعد از حکم. حکم رو گرفتند، یعنی تحلیل آقای اصلانی این هستش که به چند دلیل حکم گرفتن. درست میفهمم آقای اصلانی؟ درست استنباط کردم؟ یک به خاطر اینکه گفتید که می‌خواستید. من فکر میکنم که لازمه که یک توضیح مختصری هم بدم. ببینید، آقای منتظری اون چیزی که در خاطراتشون اومدن مطرح کردن که درگیری بیت ایشون با بیت آقای خمینی، به ویژه سید احمد خمینی، میدونیم که در حقیقت فقهای شیعه و در حقیقت دولت در سایه در جمهوری اسلامی در حقیقت بیت آیات عظام بوده. بله. مرکز قدرت از جماران قرار بوده است با مرگ آقای خمینی به قم و بیت آقای منتظری منتقل بشه. بله. احمد خمینی و دارادسته جمارانی ها این رو بر نمیتابیدن. آقای منتظری رسما در خاطراتشون می نویسند که آقا مشکل ولایت احمد آقاست، اساسا بقیه چیزا بهانه بازی بوده. بله، سوال مشخص من هم همین بود. سوال مشخص من همین بود که این جریان بعد آقای منتظری به عنوان یکی از کسانی که مرتب اعتراض داشتن به برخی از اون خشونت ها، خب نمایندگانشون مرتب تو زندان آمد و شد داشتن، نمایندگانشون مرتب در حقیقت صحبت از این میکردن که مثلا نظر آقا اینه که کسانی که دستشون به خون کسی آغشته نیست میبایستی که آزاد بشن. یعنی با مرگ آقای خمینی، فرض رو بر این بگذاریم که با مرگ آقای خمینی مسئله جنگ، قدرت گرفتن آقای منتظری، آزادی اون تعداد از زندانیانی که سر موزه هستند در سال 67 برخلاف سال 60 به اصطلاح، آزادی اون همه زندانی سیاسی خطر بالقوه‌ای رو در حقیقت تهدید میکرد و این تهدیدات رو یک به یک میبایستی که حل میکردن و این سه مسئله رو به نظر من با هماهنگی احمد خمینی و تیم جمارانی ها مثل سید حمید روحانی و دیگران به واقع، حتی میدونید که افشای نامه آقای منتظری هم که آقای منتظری در خاطراتشون اشاره میکنن، نامه معروفی که بی بی سی افشا میکنه در میدونید آخرین میخ بر تابوت سیاسی آقای منتظری هست، افشای نامه آیت الله منتظری در رادیوی فارسی بی بی سی در تاریخ ششم فروردین 68 که هنوز که هنوز آقای منتظری در خاطراتشون قید میکنن من نفهمیدم اون نامه از کجا رفت، چون خود آقای منتظری میگن که اون نامه رو من خودم کپی گرفتم، دو کپی، یکی رو فرستادم به بیت، یکی رو فرستادم به شورای عالی قضایی برای آقای اردبیلی و بعد اشاره میکنند که در یکی از نماز جمعه ها قبل از افشا در بی بی سی آقای سید حمید روحانی که مرکز در حقیقت اسناد آیت الله خمینی رو دارن و از حلقه جمارانی ها بود، این رو آقای منتظری اعلام میکنن که در یکی از نماز جمعه ها آقای حمید روحانی، سید حمید روحانی در واقع پخش کردن و به هر حال در زدن آقای منتظری و در اون توطئه به واقع خود نقش این نامه رو که اشاره میکنن مشخصه که تیم جمارانی ها حلقه جمارانی، احمد خمینی کمترین پاداش خودش رو ریاست جمهوری میدونست بعد از توطئه برکناری آقای منتظری که خب بعد هم آقای حجت الاسلام نیازی که مسئول پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای بودن به سید حسن خمینی گفته بودن که این اسنادش هست میشه مراجعه کرد، به سید حسن خمینی هم گفته بودند که پدر شما را هم همین ها از میان برداشتند، این جمله معروف آقای نیازی بودش که به سید حسن خمینی مطرح کرد. به هر حال تیم جمارانی ها احمد خمینی و کارپردازان نظام توافق داشتن در برکناری آقای منتظری، چون صد راه پیش برده سیاست های اونها میدونستن آقای منتظری رو، به تبعش آزادی زندانی و سیاست ها، مسئله اصلی هم که پایان دادن جنگ بوده که هر سه رو، یعنی نوشیدن جام زهر رو فقط با آقای خمینی باید مینوشیدن و اگر در راه قدیشون از بین میرفت پایان دادن به جنگ بسیار بسیار دشوار میشد. در رابطه با خاطرات زندانتون یه مقدار بگید آقای اصلانی و این بحث که در حقیقت زنان چپ توانستند جان سلامتی به در ببرند، این رو چگونه شما توصیف میکنید؟ یکی از شاید تراژیک‌ترین وجوه این در حقیقت بود نامبارک این نظام اسلامی که یکی از زن ستیزترین در حقیقت نظام های تاریخیه، نظام های توتالیتر و تمامخواه تاریخیه، در تابستان 67 این گونه است که حکم، میدونید که حکم به تمامی حکم مذهبیه، مجاهدین رو به بهانه محاربه با خدا،
چپی ها رو به بهانه ارتداد با خدا، یعنی بازگشت از خدا به مقابل اون هیئت مرگ سه نفری معروف آقای نیری، اشراقی و پور محمدی قرار دادن. میدونید در قوانین اسلامی در واقع مرتده، یعنی یا زن مرتد که از اسلام برمیگرده، برخلاف مرد حکمش مرگ نیست. چرایی اون برمیگرده به نگاه جمهوری اسلامی به اساسا به موجودیت زن، اینها چون زن رو در واقع موجودی ناقص الخلقه میدونند. در حقیقت در بحث ارتداد اینجا به دادش میرسه. بله این شاید در حقیقت به داده بچه‌های در ببینید زنهای مجاهد رو اعدام میکنن چون بهانه اعدام اونا محاربه با خدا بوده. حتی در سالهای 60 میدونید که خیلی از بچه‌های چپ زندانی رو اعدام کردن تو جمهوری اسلامی. دلیل اولا در حقیقت محاربه بوده اون موقع. نه ارتداد. یعنی به دلیل جنگیدن با نظام مقدس اسلامی بردن اعدام کردن. در تابستان 67 به واقع میدونید که کسی که بهش اسلام عرضه میشه و بعد بر میگرده، ما دو نوع مرتد داریم، میگه مرتد فطری و ملی، یعنی کسی که به فطرت خودش خیانت میکنه، کسی که از یک خانواده مسلمان زاییده میشه، تو گوشش اذان میگن، بعد از سن بلوغ اسلام بهش عرضه میشه، ثابت بشه، برگرده حکمش مرگه. همه ی آیات اذان بی برو برگرد در حقیقت این حکم رو در حقیقت برش تاکید دارن. حکم مرتد مرگه. حکم مرتد مرگ نیست. یعنی زن چون از روی اختیار و عقلانیت برنگشته است از اسلام، باید زن رو حد زد تا آدم بشه. بسیاری از زنان چپ و مارکسیست زندانی رو که نگفتن تا سرحد مرگ کتک زدن. بسیاری از زنده ماندگان زن چپ در واقع به این مسئله اشاره شده، حتی کار برخی به بیمارستان و سروم و اینها کشیده میشه، به واقع زن رو میباید اونقدر زد تا عقلانیتش برگرده. به همین دلیل بچه های یعنی زن های متهم چپ رو در تابستان 67 از گردونه مرگ در حقیقت عبور ندادن. خب یه گروه دیگه هم هستن از بچه های چپ که مثل خود شما که جان سالم به در بردید از همین محاکماتی که میکردن یا به گفتگو با هیئت مرگ نشستید. شما که من در کتابتون خوندم دو بارم رفتین به این گفتگو، ولی درصد کسانی که موفق شدند که حالا به هر دلیلی، چون در واقع بیشترین کوششی که هر انسانی باید بکنه اینی که زنده بمونه، که اگه حتی میخواد مبارزه هم بکنه زنده باشه که مبارزه کنه، اگه بمیره که دیگه فایده نداره زندگیش، یعنی تمام مبارزاتش هم از بین رفته. چند درصد از بچه های چپ تونستن در واقع با این ملاقات هیئت مرگ برن و برگردن و کشته نشن، فقط با اینکه یا بگن که خب ما نماز رو خواهیم خوند یا ما نماز مسلمان هستیم، به یه نوعی، حالا کلمه‌شو نمیخوام بگم، ولی به یک نوعی سر اون هیئت مرگ رو کلا بزنن برای اینکه زنده بمونن، چون بسیاری خب ایدئولوژی خیلی قوی داشتن و حاضر نبودن حتی به خاطر اینکه زنده بمونن از حرف خودشون برگردن، ولی تعداد زیادی دیگری موندن، یا نه تعدادشون خیلی کم بود اونایی که زنده موندن و از هیئت مرگ اومدن، از پیش هیئت مرگ با حکم زنده موندن و زندانی شدن باقی موندند. ببینید یکی از پلیدی های در حقیقت این کشتار و سازوکاری که ما ببینید زمانی که ما رو بردن مقابل این هیئت مرگ، بهمون نگفتن دادگاه، گفتن مقابل هیئت، آماده باشی مقابل هیئت، که ما اصلا تا موقع نشنیده بودیم، چون معمولا زندانی رو به دلایل خاصی میبرن مقابل یک هیئتی قرار میدن، مقابل یک دادگاهی قرار میدن، کاری کرده باشه، مسئله جدید پرونده‌ای براش اتفاق افتاده. خب زندانی ها اکثرا کسانی بودن که بیش از دو سوم حکم خودشون رو کشیدن، حتی گفتم تعدادشون حتی احکامشون به پایان رسیده بود. یعنی یک نوع فریب و سریتی که من میگم، یعنی در مقابل این هیئت مرگ ما با یک نوع فریبکاری مواجه هستیم. اون چیزی که در حتی قضات در تفتیش عقاید در دوران انگیزاسیون واقعا آقا به یکی مقابل اون کاردینال ها قرار می گرفت، بهش میگفتن آقا زمین میچرخه یا نمیچرخه، میگفتن آقا اگه بگین زمین دور خورشید میچرخه میذارمتون تو آتیش. خب طرف مقابل یک انتخاب قرار می گرفت، درست که تبهش، ولی آقای نیری به عنوان ریاست در حقیقت این هیئت مرگ
بسیاری از پرسش قرار گرفتگان که وقتی سوال رو خواسته بودن با سوال پاسخ بدن که آقا برای چی میپرسید، چون ببینید گفتم دو دست سوال مطرح بود دیگه، از مجاهدین سوال هایی رو میکردن که محاربهشون رو به اثبات برسونن، از نیروهای چپ سوال هایی رو میکردن که ارتدادشون رو به اثبات برسونن. اولین سوال و کلیدی ترین سوال آقای نیری این بود که مسلمانی یا مارکسیست. شما میرفتید توی مقابل هیئت مرگ قرار میگرفتید، سوال میکردن مسلمانی یا مارکسیست، هر کی بهش گفت که من مارکسیست هستم بی برو برگرد در زندان گوهردشت، همون لحظه بردنش تو حسینی آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت، یکی از اون دارهای شش ردیفه تعبیه شده ی از قبل آماده شده نصیبش شده، لحظاتی بعد توی اون کامیون‌های یخچالدار حمله گوش قرار گرفته و بعد از یه مدتی هم توی خاوران پنهانش کردن، آنچنان که تا امروز ما خبری از دفنگاه در حقیقت این گور اینها رو هیچ کدوم رو ندادن. خود شما کسانی در حقیقت خود شما چگونه این در حقیقت توانستید جان سالم به در ببرید؟ خود شما در این پرسش ببینید من پرسش پاسخ که از شما شد که آیا مسلمانی؟ من دو بار مقابل این هیئت مرگ قرار گرفتم که خب ریزش رو در کلاغ گلسر آوردم. بار اول ششم شهریور بود که روز دوم در حقیقت چپکشی در زندان گوهردشت از پنج شهریور شروع شد. من روز دوم در حقیقت رفتم مقابل هیئت قرار گرفتم، پرسش اصلیشون این بود که مسلمانی یا مارکسیست. من در حقیقت برای فرار همواره تو طول زندان البته اینجوری بودم، من مقابل سوال‌های ایدئولوژیک همواره سعی می‌کردم فرار بکنم، این پاسو مشخص ندم، من تو از این گوشه رینگ اصلا دیگه نمی‌شد فرار بکنی. ایشون در حقیقت پرسید که مسلمان یا مارکسیست، من در حقیقت گفتم که من آقا به عنوان در حقیقت تعیین عینی ندارم روی مسئله فلسفی، عضو سازمان چون ریز پرونده مقابل آقای پور محمدی بود دیگه، عضویت در یک سازمان چپ داشت، هم به خاطر شعارهای عدالت خانه اول انقلاب بوده. خب این پرسش ها رو هی جایی می بردن که آقا این همه سازمان بوده، خب شعار عدالت خانه می دادن، شما چه رفتید مثلا توی سازمان چپ؟ آقا همه گروه آزاد بود و موقع رفتیم ما هوادار این جریان شدیم. خلاصه صحبت این بود که آقا یا باید نماز بخونی، مسلمان باید نماز بخونه، اگر نماز نخوندی میبایست حکم بخوری، یعنی باید حد برات جاری بشه. این حد من توضیح بدم، ببینید شما در اجتماع و در جامعه وقتی که یک خلاف اجتماعی رو خلاف شرعی رو انجام میدید، مثلا مشروب کسی میخوره یا اعمال این گونه که مخالف در حقیقت قوانین شرعی هست، او رو به یک حد در حقیقت تنبیه میکنه، مثلا میگن مشروب خوردی 150 تا کابل باید بخوری. تصور ما این بود که برای نماز نخوندن حد مشخصی وجود داره، یعنی مثلا میگی نماز نمیخونم 100 تا میزنم ولت میکنن، این گونه نبود. این کابل کابل مرگ، ما دو نوع کابل داریم در زندان، متاسفم که این حوادث رو من دارم توضیح میدم، ما اینو کابل اطلاعاتی داریم، کف پای زندانی این کابل رو میچینن پا ورم کنه که دانسته های در حقیقت زندانی رو ازش بگیرن تخلیهش کنن. مهم گرفتن اطلاعات زندانیه. در تابستان 67 این کابل کابل مرگ بود، یعنی میزدن تا یا بمیری یا بخوانی، مسئله شون این بود. جلیل شهبازی که من در کتاب آوردم زیر کابل در حقیقت بعد از اینکه وعده های نماز هم میزدن، هر وعده یه نماز 10 تا تو هر وعده نماز میخواموندن میزدن و این رو جوری میزدن که پا بتره که کلیه چرک کنه و بمیری. من خوشبختانه یا بدبختانه باید بگم دلیل اینکه مرتب من این حوادث رو باید تکرار بکنم به عنوان یک شاهد و متاسف هستم از همه دوستانم که واقعا نتونستم و اساسا قدرتی نداشتم که همه چیز رو ثبت بکنم و امروز اون رو به شهادت بنشینم. اساسا قرار نبود من میراثخوانی بکنم از اون حوادث، یعنی این رو نذاشتم، وگرنه سعی میکردم همه چیز رو ببلعم و هیچ نکته رو از یاد نبرم. اما من در روز اولی که مقابل این هیئت مرگ قرار گرفتم، یک شاید خوششانسی بود که دوچاره شدم، غروب شش شهریور در بین مکالمه من و آقای نیری تلفن روی میز ایشون به صدا در اومد و به واقع دادگاه من یا بیدادگاه من مقابل این هیئت رفتن من ناتمام ماند، یعنی من نرفتم چپ نه راست. کسانی رو که در واقع آقای نیری میگفت چپ میبردن تو حسینیه گوهردشت و دار میزدن،
اونهایی رو که میگفت راست یعنی پذیرفتن به بند برگردونده میشدن، کسانی رو هم اشاره میکرد که میبردن برای کار میزدن تا نماز رو بپذیرید. من هیچ کدوم این احکام رو نگرفتم، یعنی مال من نیمه تمام باقی مون تا 9 شهریور. بین فاصله 6 تا 9 شهریور اتفاقاتی افتاد در زندان گوهردشت که یکیش رگ زدن جلیل شهبازی بود که بعد از خوردن چندین نوبت در حقیقت کاب، ایشون با شیشه مربایی که به عنوان لیوان چای ازش استفاده میکرد در نوبت دستشویی خودش رو به زندگیش پایانی آگاهانه میبخشه. آقای خانم سرشار، شما سال مشخصی الان تا این در زمین صحبت که آقای اصلان کردن بالا سال که خیلی زیاده، حالا شما بفهمه سال بکنم که باید زندگی اون لحظات، اون روزها، اون شبهایی که شما در زندان بودید در انتظار یک نامعلوم با اون در حقیقت ترس و وحشت و حراسی که مطمئناً غیر قابل تصور هستش، این اثرات در حقیقت روانی، اثرات تخریبی رو چگونه در رفتار و در حقیقت واکنش های هم در حقیقت زندانی های خودتون هم رزمان خودتون تجربه میکردید؟ ببینید اون شرایط که در واقع من ای کاش یه دوربینی بود بعد از اون که در حقیقت نوبت دوم دادگاه آقای اشراقی با دخالتی که کردن من نمیپذیرفتم نماز خوندن رو، هنوز به دادیار زندان که آقای ناصریان بود گفت ببریدش بیرون غلط میکنه، چون من گفتم که آقا اصلا نماز خوندن من توهین به شماست که فریاد کشید که نه توهین به خدا داری توهین میکنی، گم شو بیرون، آقا ببریم بیرون سیویلشو بتراشیم و نماز میخونه. آقای ناصریان منو کشیدن بیرون به تحقیر. میدونید که در نزد مردان ایرانی در واقع سیویل به ویژه در زندان، خب یک نوع به ویژه از نگاه در حقیقت زندانبان یک نوع بی اسمت داشتن ما رو میکردن، حرمت شکنی داشتن میکردن، اراده شکنی در حقیقت با همین نیت نصف سیویل من رو تراشیدن و فرمی رو که دست خط بود در حقیقت مقابلم گذاشتن، در این فرم بود که این جانب مثلا از کلیه گروهک اعلام انزجار میکنم و جای شرعی خودم رو که تا حالا انجام ندادم به ویژه نماز خواندن رو بهش پابندی نشون بید. من اون بند نماز رو خط زدم که برای امضا، ناصریان اینو دید و پاره کرد و شروع کرد به صلاح شدید کتک زدن و اینها، منو پرت کرد داخل یک بندی که حالا من اصلا تصور نداشتم که چه فضایی اونجا هست. وقتی پرت شدم داخل یه بند، همه دوستا و رفقای خودم دیدم که سیویلا تراشیده است، پای یکی ورم کرده است، زیر شلاقی مثلا پای خون ریزی کرده، مجموعه زنده ماندگان در حقیقت چپ رو در اون بند ریخته بودن. اولین سوال این بود دیگه که سراغ رفقا و دوستان که فکر میکردیم نیستند رو میگرفتیم، کسایی که سالیان سال باهاشون بودیم، اصغر کجاست، حسن کجاست، هوشنگ کجاست، فریدون کجاست، و پرسش فقط ریختن قطرات اشکی بود از جانب بچه ها و کله تکون میدادن. میدونستیم که اونا نیستن، برای همیشه نیستن، نه به همون سادگی که ما بودیم، ولی به هر حال نبودن، برای همیشه نبودن و ما بودیم و این رو میبایستی که ما مرتب منتقل بکنیم. آنچنان که این روزها سالگرد هولوکاست هست، ما نمیدونیم از اون همه عینک تلمبار شده در کنار آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت، اون همه چشم‌بند بی صاحب و دمپایی‌های پلاستیکی بی صاحب، در واقع اونها رو چه کار کردن؟ اونها اسنادی هستند که میبایست یه جایی نگهداری میشدن که نشدن، مثل صاحبانشون از بین رفتن. امروزه ای روز چمدانهای خاک خورده کسانی که قربانیان هولوکاست بودن، وسایل اونها رو، دندونهای به جا مونده، تار موهاشون رو در موزه ها به نمایش میگذارن و پلیدی و تباهی سیاستمدارانی که اون کشتار مخوف رو اعمال کردن بر بشریت به نمایش میگذارن. اما ما تو این زمینه هم در حقیقت بسیار بسیار دستمون خالیه. ما اصلا نمیدونیم گور این بچه ها کجا هست.
بسیاری از مجاهدین رو اصلا ما نمیدونیم کجا پنهان کردن. این خاوران یکی از اون گورستانهایی که خیلی اشتهار پیدا کرده و میدونیم اونجا بردن نه مادران و همسران رفتن اونجا رو با خراشه و تراشه ناخون چنگ زدن، جنازه از زیرش در آوردن بیرون و اونجا نشستن سالیان سال به عنوان یه سند پربها حفظ کردن. قطعاً با افتادن این نظام گورستان‌های متروکه بیشماری رو ما پیدا خواهیم کرد. میدونید یکی از جاهایی که معمولاً حکومت‌ها بعد از زمینگیر شدن، حکومت‌های توتالیتر وقتی میافتن محافل حقوق بشری، یکی از جاهایی که میرن در حقیقت کشف گورهای جمعیه. در بود نامبارک این حکومت اسلامی، خاوران در حقیقت یکی از اون گورهای جمعیه که امروز شهرت پیدا کرد. از بقیه گورها اصلا خبر نداریم، مجاهدین رو نمیدونیم کجا پنهان کردن، چون اونها به هر حال مسلمان بودن، حدس میزنیم که در گورستان‌های عمومی اونها رو کفن و دفن کرده باشن، چیزی که چپی‌ها رو در حقیقت به خاطر کفر بردن تو گورهای جمعی ریختن. هیچ کدوم از اینها رو ما نمیدونیم، اساسا نمیدونیم چه تعدادی کشته شدن. تماما بر اساس حدس و گمانه های ما، هیچ سند دولتی در این زمینه وجود نداره. این مقدار هم که بیرون اومد از ترکیب هیئت مرگ و بقیه مسائل، در حقیقت توی خاطرات آیت الله منتظری بود که افشا شد و درد شد و بخشی از این خاطراتی که این روزها داره قلمی میشه و خانواده های قربانیان مرتب این رو تکرار میکنن و ما نباید خسته بشیم از تکرار این. اگر در حقیقت بپذیریم که اونجا جنایت بزرگ بشری اتفاق افتاده، این تنها متوجه من زندانی یا خانواده قربانیان نیست، این همه وظیفه همه وجدان‌های زخم خورده است که این بار رو از روی شونه زخمیشون به زمین نگذارن. تعدادی کسانی که آقای اصلانی از زندان‌ها بیرون اومدن و کشته نشدن خب قابل توجهه، ولی تعدادی کسانی که نشستن مثل شما خاطراتشون رو نوشتن خیلی کمه. آیا اصلا یک شبکه ارتباطی بین شماها وجود داره که ببینید مثلا قضیه هالوکاستی که صحبت کردید، الان اشاره کردید، آقای اسپیلبرگ یه کارگردان خلاصه بعد به مسئولیت انسانیش رو در این دیده که بشینه و با بازماندگان هالوکاست صحبت کنه، یه چیزی حدود 60,000 مصاحبه کرده با آدمایی که پدرشون، مادرشون، برادرشون یکی رو در اون قضیه از دست دادن و اینا رو روی ویدیو به صورت تاریخ شفاهی این مصاحبه ها رو ضبط کرده گذاشته، برای اینکه خب همه این افراد هم از نظر سنی یواش یواش دارن از بین میرن و ممکنه دیگه هرگز تاریخ رو به واقع از دهن شاهدان اون رویداد و اون فاجعه نشه که بنویسن. در مورد ایران، در مورد کشتار 67 این اتفاق چرا نیفتاده؟ چرا این شبکه به وجود نیامده که یه گروهی بنشینن به صورت تاریخ شفاهی، به صورت حالا همه دست به قلم نیستن مثل شما، ولی قدرت اینو دارن که صداشون رو ضبط کنن یا تصویرشون رو ضبط کنن و آنچه که به خاطرشون مونده رو بکنن؟ آیا زندانی سیاسی که از اون کشتار 67 جان سالم به در برده و اومده بیرون احساس گناه میکنه، احساس میکنه که کاش او هم مثل بقیه کشته شده بود، این گناه رو دوششه و راجب به خاطر اون حاضر نیست حرف بزنه و شما جزء استثنایی هستین که حاضر شدین حرف بزنید، یا اتفاق دیگه ای افتاده؟ چه اتفاقی افتاده که هنوز همه سفره دلشون رو باز نکردن؟ البته قبل از اینکه شما اشاره کنید، بنیاد برومند بله. این کارا رو میکنه و نهادهای در حقیقت گسترده داره پیش میاد در رابطه با همین کشتارهای 60، سمینارها، سخنرانیها در حقیقت. و آقای اصلانی خودشون بهتر میتونن توضیح بدن. بفرمایید آقای اصلانی. بله، مجموعی از این چیزایی بود که شما فرمودین خانم سکا، خانم هما سرشار. ببینید بخشش سر اینه که متاسفانه هنوز در نزد بسیاری از زنده ماندگان بخشی از منافع گروهی در حقیقت سنگینی میکنه. ببینید بزرگترین جریانی که به واقع نیروهاشو از دست داده سازمان مجاهدین خلق در کشتار تابستان 67. این سازمان هنوز ذره ای از 30,000 شهید در تابستان 67 پایین نمیاد. خود اصلا که این آمار واقعی نیست. درست. و به واقع نمیدونم آیا حدود 4,000 نفر اون چیزی که در حقیقت روش به یه نوعی توافق هست، چون ما حوزه نادانسته هامون چه بسا بیشتر از حوزه دانسته هامون باشه. اون چیزی که آیت الله منتظری مطرح کردن، تحقیق خود منم سر کشتار
به واقع همین رقم رو، حدود همین رقم رو، حدود 4000 نفر. من فکر نمی‌کنم 4000 نفر رقم کمی باشه که ما حالا بخوایم برای اینکه درجه شناعت جمهوری اسلامی رو هی ببریم بالا مثلا یه صفر بذاریم جلوی این. یه بخشش اینه، بخش دیگه‌اش در حقیقت همین مسئله‌ای که شما اشاره کردین، سنگینی می‌کنه بر در حقیقت شونه برخی از دوستان، یادآوری اون حوادث. بسیاری از این دوستان هنوز در ایران هستند، به واقع انتقال تجربه خیلی کمه، خاطره بسیار بسیار کم نوشته شده. یه سری تلاش های حقوق بشری شده، از جمله کارهایی که محافل حقوق بشری مثل بنیاد برومند اینا برای مستندسازی دارن میکنن، سایت بیدارانه که داره انجام میده، بچه هایی هستن که این روزها در تدارک در حقیقت کارزار بین‌المللی دادگاه نمادین هستن در لندن و هلند میخوان این کار رو بکنن. تلاش های این گونه هست، اما تا زمانی که دنیا، من نمیدونم اجازه دارم این رو اینجا تر بکنم یا نه، من حدود 2-3 ماه قبل با آقای احمد شهید اینجا دیداری داشتم، اگر اجازه دارم من این رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. اتفاقا پرسش بعدی من این بودش که خیلی خوشحالم که الان مطرح کردید که چگونه هستش که در حقیقت منابع بین المللی این کشدارهایی رو که واقعا جنایت علیه بشریت هست، نوع کشتارش، عمق فاجعه، چگونه هستش که تا حالا محکوم نکردن؟ سوالی که خانم سرشار مطرح کردن این بودش که چگونه ما نتوانستیم یک نتورک بزرگ به وجود بیاریم و بتوانیم این رو به عنوان یک دقیقت فاجعه تاریخی و ضد بشری پریزنت بکنیم به این منابع بین المللی که حداقل بتونیم حکم محکومیت این افرادی که مسئول این کشتارها بودند رو بگیریم. خوشحال میشم که در این زمینه و ملاقاتون با آقای احمد شهید هم توضیح بدید. اگه نمونه قبلش بگم، ببینید آقای سعید مرتضوی از طرف دولت کانادا محکوم به این هستش، یعنی دارن پیگیری میکنن که زهرای کاظمی رو که شهروند و تبع کانادا بوده رو ایشون کشتن، تجاوز کردن و کشتن، یعنی به عنوان یک قاتل. سال 2006 جمهوری اسلامی در یک دهنکجی آشکار ایشون رو در هیئت نمایندگی اعضای حقوق بشر به ژنو اعزام کردن. تا زمانی که دنیا تو معامله و تعامل با جمهوری اسلامی، به گمان من، من اینو تو آکسفورد هم گفتم مقابل چندین قاضی بین المللی، گفتم آقا تا زمانی که وضعیت ما این هست، در حقیقت مسئله نقض حقوق بشر در ایران راهکار حقوقی براش فعلا نمیشه در نظر گرفت. نه اینکه ما فعالیت حقوق بشری نباید بکنیم، تعطیل بکنیم، اصلا بحث من این نیست، ولی راهکار حقوقی فعلا نداره. آقای احمد شهید اومده بودن در همین فرانکفورت با یک تعداد از قربانیان و خانواده ها دیدار داشتن، از جمله من هم دیدار وقت کوتاهی به من رسید. من در حقیقت خیلی کوتاه براتون بگم، بهشون گفتم ماجرای 67 رو، گفتم در گزارش شما قید شده. گفتش که من حوزه مأموریتم در واقع نقض حقوق بشر در شرایط فعلیه، چون یک دولت اعلام میکنه که حدود 23 سال قبل کشتاری صورت گرفته، به من ربطی نداره، دولت وقت در حقیقت پاسخگوه. من در حقیقت یادآور شدم که مسئله حکومت و دولت در ایران بسیار به هم تنیده است و اونجا برای ایشون گفتم که آقای پور محمدی که وزیر کشور بودن در کابینه آقای احمدی نژاد، آقای نیری و آقای رئیسی که از اعضای اصلی هیئت مرگ بودن، همین الان ارتقای مقام گرفتن و در حکومت حضور دارن، در حکومت فعلی. بعد جدای از اون، من از آقای احمد شهید این پرسش رو کردم، گفتم آقای شهید اساسا بگذاریم کنار، اصلا اون 4-5 هزار نفر همه قاتل بودن، کشته شدن، فرزند یکی از قربانیان اونجا بود که موقع اعدام پدرش 3 سالش بوده، گفتم این بچه اصلا نه قاتل میخواد، نه عامل میخواد، نه عامر. ایشون میخواد بگه آقا قبر پدر منو بدین، من میخوام برم سر گور پدرم بشینم گریه کنم. این حق بشری و امروزین هست یا نیست تو تعاریف حقوق بشری؟ گفت هست. گفتم خب چرا تو گزارش شما اشاره نشده به این ماجرا؟ گفتم در گزارش شما، در گزارش اولیه ایشون، گفتم شما در گزارش اولتون اومدین گفتین که آقای محسن نامجو، خواننده ای که از ایران بلند شدن با هواپیما اومدن اینجا، روی سر ما هم هستن، اصلا مشکل ندارم با ایشون، شما ایشون یک آهنگ اینجا خونده که درش در ایران گفتن این توهین به پیامبره، به 5 سال حکم قیابی محکوم شده، این نقض حقوق بشره. گفت مگه نیست؟ گفتم هست.
ولی تابلویی که از نقض حقوق بشر ارائه میدین تابلو بسیار تابلوی لطیفیه. این تابلو بسیار خشن‌تر از این صحبت هاست. تصادفات رانندگی در ایران هم غیر بشریه، چون جاده‌های ما استاندارد نیست. ولی وقتی شما چنین تابلویی ارائه میدین، گفت تمام تلاش من این استش که من به ایران برم. که من در حقیقت این پرسش رو باهاش اومده، گفتم آقای شهید چندین ماه قبل، شما خودتون بیشتر تو جریان هستین، وقتی که گزارشگر ویژه تعیین شد برای ایران، میدونید که جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما گزارشگر ویژه رو به چند شرط میپذیریم: یک، مرد باشه، دو، مسلمان باشه، سه، اروپایی نباشه. هر سه رو شما پذیرفتین، یعنی به این تحقیر تن داد جامعه بین‌الملل. زن نباشه، چرا زن نباشه؟ مسلمان باشه، یعنی اون نوع آپارتایدی که در ایران اعمال میکنن رو به جامعه جهانی تحمیل کردن، و اروپایی هم نباشه. هر سه تا شرط رو شما پذیرفتین. آقای محمد جواد لاریجانی گفت حالا راه نمیدیم. گفتم تا زمانی که دنیا بر اساس با این تو این معامله است با جمهوری اسلامی و تو این تعامل هست، وضعیت به همین ترتیبه. یعنی اساسا ما خیلی دست و بالمون باز نیست توی محافل حقوق بشری که بتونیم در واقع اینو پیگیری حقوقی خیلی جدی داشته باشیم. وقتی شما به خشونت میکنید، وقتی تجاوز میکنید، وقتی در حقیقت نقض حقوق بشر رو به این صورت فاحش پایمال میکنید و هیچ منبعی هم نیستش، که هیچ منبعی هم از شما انتظار پاسخگویی نداره، هیچ در حقیقت پیامد در حقیقت دشواری هم در برابر شما نیست، پیامدی که پاسخگو باشید، در حقیقت بتونید بپردازید یک هزینه رو در برابر زوری که اعمال میکنید، پس بنابراین خب دست حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی همواره باز هستش. این مسئله‌ای که شما گفتید که به آقای احمد شهید اجازه ندادن برند، از زمان 93 اینا از تئوری‌های نئوسپیکرهای فرهنگی استفاده میکنن، سازمان ملل هم مهر تایید زده روی این تئوری، پس باید بر مبنای ضوابط سنتی و معیارهای عقیدتی و مذهبی و فرهنگی اونها ما رعایت بکنیم و اون رو مورد احترام قرار بدیم. این مسائلی استش که خب در حقیقت احقاق حق انسانی رو دشوارتر میکنه. اما جان، من فکر میکنم که در یک جمع‌بندی چه باید بکنیم الان با اون چیزی که ما روبرو هستیم. آقای اصلانی، این هستش که ما با یه ساختار روبرو هستیم. صحبتایی که ما کردیم اینجا در رابطه با کشتار 67 یا زد و بندهای فرزند احمد خمینی با نمیدونم گروه جماران و اولدیس، اینا در رابطه با کسب قدرت، یعنی جنگ قدرته. به نظر میرسه که از آغاز جمهوری اسلامی تا به حال مسئله اگرچه گفتن ایدئولوژیکه، ولی بیشتر مسئله قدرت بوده، انحصارگرایی بوده، کسب قدرت بوده و اعمال زور. و به نظرم میرسه که شاید از همون ابتدا قدرت به دست اطلاعاتی ها بیشتر بوده تا روحانیت، اینجور که شما یعنی تحقیق میکنیم و میبینیم و مطالعه میکنیم. حالا با در نظر گرفتن این مسئله، یک مسئله هستش که دغدغه من هست یا دغدغه بسیاری از انسان دوستان و آزادی خواهان هستش و آزادی ایران و در حقیقت کسب حقوق شهروندی، احقاق حقوق انسانی برای شهروندان ما، به خاطر این نسلی که واقعا قربانی ندانم چه کاری پدرانشون شدن. اگر که ما صحبت میکنیم در رابطه با این اعدام ها، اگر صحبت میکنیم در رابطه با تاریخی که امروز تلاش میشه که لاپوشانی بشه، سانسور بشه و فراموش بشه، و همونجور که میبینید تو هر سایتی که ما میریم، هر خبری رو که میخوایم، هر رویداد تاریخی رو که میخوایم نگاه بکنیم، توسط جمهوری اسلامی و یا نویسنده های سرسپرده جمهوری اسلامی نوشته شده، حقایق تحریف داره میشه. پس بنابراین مسئولیت تک تک انسان‌های آزادی خواه هستش که به دنبال حقایق برن، به دنبال انسان‌هایی مثل شما آقای مهدی اصلانی و تمام دوستانی که اونجا بودن، شاهد دست اول هستن، این رویدادها رو از نزدیک لمس کردن، برن و شما هستید که میتونید در حقیقت این تاریخ شفاهی رو بازگویی بکنید. و خدا رو شکر آیت الله منتظری هم سندی بر جا گذاشت که ما بتونیم با اتکا به این سند آیت الله منتظری حداقل یه مقدار سندیت بدیم به این گفتار. شما هم در این رابطه نظرتون بفرمایید. من فکر میکنم که ابعاد فاجعه کشتار 67 بالاخره بسیار بزرگ بوده، بسیار فاجعه سنگینی است برای ملت ایران و
این اتفاقی که افتاده هرگز فراموش شدنی هم نیست، ولی یه نگاه بزرگتری و گسترده‌تری که به قضیه بکنیم، از روز از فردای روزی که انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد، از کشتارهایی که پشت بام مسجد علوی مدرسه علوی انجام دادن که حکومتگران دوران شاه رو بدون محاکمات درست و محاکمای عادلانه کشتن، تا این آخرین بارش که جنبش بچه‌های جوان داخل ایران رو در خیابون بچه‌های جوان رو به تیر زدن و کشتن و نداها و سهراب‌ها رو به وجود آوردن، کارنامه جمهوری اسلامی نشان دهنده اینه که هرگز در هیچ دوره‌ای خواسته کسانی که مخالفه و دگراندیش هستن و مخالف این رژیم هستن رو بر نتابیده. در نتیجه یه نتیجه گیری خیلی سریع اگه بخوام اینجا من بخوام بکنم اینه که مسئله ما مسئله حکومت جمهوری اسلامی است و حضور این حکومت در داخل ایران و تا روزی که این حکومت برقراره به دلایل مختلف، به بهانه‌های مختلف و در موقعیت‌های مختلف انسان‌ها رو به تیر می‌بندن، انسان‌ها رو می‌کشن، کشتارهای دست جمعی می‌کنن، کشتار قطع‌های زنجیره‌ای می‌کنن، انسان‌های اهل قلم، اهل فکر، اهل مبارزه رو از بین می‌برن، از بین برمی‌دارن. بنابراین برای رسیدگی به این قضیه اینی که بنشینیم برای هر کدام از این مسائل راه حل جداگانه پیدا بکنیم ما رو به نتیجه نمی‌رسونه، بلکه مخالفت و کوشش در جهت اینکه این رژیم از بین بره، از مملکت ایران برداشته بشه، رژیمی که در هر حال به هر بهانه‌ای و به هر در هر موقعیتی که به دست میاره انسان‌ها رو می‌کشه و جان اونها رو می‌گیره و قلقمشون می‌کنه، به گفته شما اینه که مسئله اساسی است و به اون سمت و سو و با اون هدف با امید با امید به اینکه اینم بحث دیگری هستش که باید صحبت بکنیم که چرا این تشکل و این همگرایی به وجود نمیاد که ما بتوانیم در حقیقت در برابر این رژیم مردم‌خوار یک نیروی آلترناتیوی داشته باشیم که رویارویی بکنه. آقای مهدی اصلانی اشاره کردید در چند باری که صحبت می‌کردید در رابطه با در حقیقت دوستانی که امروز در لباس خوشفرم دموکراسی و حقوق بشری در عرصه حضور دارن، دوستانی که در حقیقت عرصه قدرت بودند در همون سال‌های 60 و رول‌های کلیدی هم داشتند، احساس کردم هر زمانی که شما اشاره میکنید پسوندش هم میگین که من قصد انتقام جویی و اینام نداریم و فقط داریم این رو اشاره میکنیم که برای آگاهی. به نظر میرسه یه فرهنگسازی نفوذی شده که هر زمانی ما میخواییم در رابطه با یک مسئله، یک رویداد اینچنین صحبت بکنیم، پشتم باید توضیح بدیم که ما برانداز نیستیم، ما قصد انتقام نداریم، ما فرضاً اهل خشونت نیستیم و از این قبیل در حقیقت بحثا. نگاهی بکنیم به در حقیقت ادبیات مبارزه با همین ناتسیزم بعد از جنگ جهانی دوم، نگاه بکنیم به راهکارهایی که جامعه یهودی برای این بیدار داشته وجدان بشری تا به امروز داره انجام میده. یه فیلمی من دیدم Taking Side، نمیدونم اون فیلم رو دیدین شما آقای اصلانی یا نه، فیلم بسیار زیبایی هست در رابطه با یک میوزیشن آلمانی، حالا بحث جدایی داره. پرنسیپ‌ها پرنسیپ‌های ما هستن. روشنگری یک رویداد به معنای محکوم کردن یک فرد نیست، ما شخصی برخورد نمی کنیم. اما بسیاری از این دوستانی که امروز به منابع حقوق بشری می روند مثل آقای امیر ارجمند و از نقض فاحش حقوق بشر گله و شکایت می کنند و گزارش می دهند، همونجور که شما فرمودید هیچ اشاره‌ای به کشتارهای 67 ندارند، هیچ اشاره‌ای به نقش، نمیگیم آقای موسوی مسئول بودن، ایشون نخست وزیر اون زمان بودن، نمیگیم مسئول بودن، اصلا فرض رو میذاریم که ایشون اصلا آگاه نبودن، همجور که ایشون میگن هیچ اطلاعی نداشتن، درصد که آقای خامنه ای به قول شما در مطالبی که نوشتید خود آقای خامنه ای میرم شه آقای منتظری و از اون وجود اون نامه اطلاع میدن و چگونه رئیس جمهور یک کشور اطلاع داره و نخست وزیرش اطلاع نداره. حالا بگذاریم، آیا لایه‌های پنهانی درونی در یک قسمتی از این جمهوری اسلامی بوده که بقیه ازش اطلاع نداشتن؟ بحثی است جدا. اما سوال مشخص ما این هستش که چگونه ایشون
میروند به منابع حقوق بشری، از نقض پایش حقوق بشر در دوران جنبش اعتراضی، از شکنجه ها، از اعدام ها صحبت میکنند و آقای موسوی رو به عنوان نماد رهبری این جنبش مدنی معرفی میکنند، ولی هرگز صحبتی در رابطه با دوره 60 و نقش ایشون به عنوان یک دولت مرد در اون زمان صحبتی به میان نمی. این هیپوکراسی، این دبل استاندارد رو ما میبایستی وظیفه هر کسی هستش که باز بکنه. این به علت محکومیت نیستش، هر کسی تغییر میکنه. شما یه مصاحبه در بی بی سی داشتید و مجری از شما به دفاع از دوستان میگویند که هر کسی تغییر میکنه. پاسخ این است که بله، همه ما تغییر میکنیم، همه ما تحول پیدا میکنیم، همه ما ممکنه تغییر نظر بدیم، اما به نظرم میرسه که در رابطه با کارکردهای گذشته، اگر کارکردهای گذشته ما، اگر در حقیقت عملکرد گذشته ما بر مبنای خشونت و نقض حقوق بشر بوده، مثل همین جریان 67 و مثل حضور آقای موسوی، به نظر میرسه ایشون باید اول محکوم بکنه این خشونت و این کشتار رو، محکوم بکنه و بگوید من خبری نداشتم، اطلاع نداشتم. اما حالا که اطلاع دارم محکومه، به جای اینکه بگن در رویای طلایی آن زمان ها به سر ببرن. نتیجه رو، بحث آخر رو میدم خدمت شما. شما یه جنبندی بکنید آقای مهدی اصلانی تا برنامه رو ببندیم. بفهمید، ببینید، اون در حقیقت مشکل دوستان در اینه، وقتی که شما به واقع تمام موجودیت و بنیانتون رو میذارید بر سر این که آقا یک اشکالی به وجود اومده. ایشون مثلا آقای موسوی در تمام اون بحث‌های انتخاباتیشون با آقای احمدی نژاد و دیگران مطرح میکنن که آقا مشکل اینجوری که پیش میومد، ما میرفتیم خدمت حضرت امام، امام اینگونه میفرمودن. خب ما یک دهه اولیه انقلاب داریم که این دهه همش دهه در حقیقت جنایت و خونه. بله. یعنی سرشار از سرزدن، کشتن و تمام موجودیتش رو، تمام سرمایهش رو کسی تو این سبد قرار بده که بخواد برگرده به این دوران و این دوران رو طلایی بخونه، خب قطعا دست و بال خودش رو میبنده در ارتباط با منتقد بودن و نقد اون دوران. چون من همه موجودیتم رو از اون دوران میگیرم. و اون چیزی که در ارتباط با مسئله اصلاح طلبان در واقع چپهای مسلمان دیروز و اصلاح طلبان امروز مطرحه، به تمامی اینها مطرح میکنن که آقا از زمانی که ما از چرخی قدرت پرت شدیم بیرون، اشکالات آغازیدن گرفته. جدیدن دیدم آقای مصطفی تاجزاده حتی مطرح کرده بودن که مشکل این است که ما باید برگردیم به دوران نفل و شاتو، زمانی که آقای خمینی تو نفل و شاتو بوده، من اون فریب و دروغ بزرگ رو مطرح میکردن، مارکسیست ها آزاد هستن، نمیدونم گوشت فلان نخورید و بقیه مسائل. یعنی شما زمانی که خودتون رو در حقیقت متصل میکنید به یک دوران، این خانم هما سرشار در جنبندیشون نکته رو به درستی اشاره کردن. ببینید، نقد تاریخ جنایت جمهوری اسلامی با در حقیقت باید با تمامیت این جمهوری توأم باشه. ما نمیتونیم که 60 که اون اتفاق افتاده، 67 که این اتفاق افتاده، کهریزک که این افتاده، خب چیزی تایی این ماجرا باقی نمیمونه. یعنی هر جاشو شما بگیری در حقیقت قتلوه، رحمانیت وجود نداره. به همین معنا دوستانی هم که در حقیقت اینجا خودشون رو سخنگوهای اون جنبش میدونن، یا یک دوری اصلا ما فرض رو برای میگذاریم آقا نمیدونید جون، ما اصلا این رو میپذیریم که شما نمیدونید. حالا که میدونید بی هیچ اما و اگری بیاین محکوم بکنین. خب این کار رو نمی کنن، هیچ کدوم نمی کنن. آقای امیرحسن مطرح می کنن که باید حوادث 67 رو بررسی کرد، نقش گروه ها رو بررسی کرد. انقدر آب می کنن توی اون جنایت. این دیگه امروز ببینید، همین به زودی ما سالگرد هولوکاست رو داریم. وقتی ما هولوکاست رو محکوم می کنیم، بی هیچ اما و اگر محکوم می کنیم. آقا اونجا این اتفاق افتاده، اینجا اتفاق، اونا موضوعات دیگری است. این جنایت بی هیچ اما و اگر یه جنایت علیه بشریت بود محکوم بشه. آقای موسوی، کسانی که در حقیقت ادعای رهبری یک جنبش مدنی رو دارن، ابتدا باید اون پلیدی رو بی هیچ اما و اگری محکوم بکنن، بعد میگیم خیلی خوب حالا میریم بررسی هم میکنیم که دلایل در حقیقت اون کشتار و اون حادثه چه بوده است. ولی هیچ کدوم اینها محکوم نمیکنن. آقای کدیور، حجت الاسلام کدیور، هنوز وقتی که از حادثه 67 رو میخوان نام ببرن، میگن در اون حادثه، در اون اتفاق، تو گویی اتوبوس افتاده تایه دره،
یا یه تعداد سرما خوردن، زاتوریه گرفتن، یعنی لفظ جنایت رو به کار نمیگیرن. یا خانم رهنورد، خانم رهنورد میگن خطای تاریخی بود، یعنی جنایت علیه بشریت و اون کشتار فجیع یک خطای تاریخی بود. کم رنگ کردن در حقیقت. آقای نبوی میگن که نمیدونم خوندین مقاله شون یا نه، میگن که اصلا مسئله کشتار 67 یا 60 مسئله جوانای ما نیست امروز. مسئله جوانای ما نیست. نباید هم باشه، چون شما تاریخ رو تعریف کردید. شما در حقیقت اگر جوانای ما از عمق این فاجعه و از دروغگویی ها و فریبکاری های شما با اطلاع باشن و اینها رو در حقیقت فرهنگ سازی نکنید با دستگاه تبلیغاتی اثرگذارتون که اینها رو بهشون بگید چی درست است و چی غلط. البته خدا رو شکر با شاهراهای ارتباطی جوانای ما بسیار آگاه هستن، ولی در رابطه با مسائل تاریخی به نظرم خیلی ها دارن می‌نویسن. مشکل جوانا نیست، مشکل نسل ماست. نسل. که حالا که بعد از این همه مبارزه که انجام دادن و کوشش‌های مختلفی که کردن، بیشترین ادعای کوشندگی در راه حقوق بشر رو می‌کنن، باز هم در این کوشندگی می‌بینم احتیاج به نقد خیلی مفصلی داری که در این کوشندگی حقوق بشر هم بشرها خودی ناخودی هستن. والا یعنی برای بسیاری از بشرها قابلیت داشتن حقوق رو قائلن، برای بقیه اگه نبودن هم مهم نیستش. یعنی تا به این نتیجه نرسیم که انسان‌ها با تمام طرز تفکرشون، با هر نگرشی که دارن، با هر آرمانی که دارن، با هر خواسته‌ای که دارن، انسان‌هایی هستن که دارای حق انسانی مساوی هستن، خب این بحثا و گفتگوها هم به نتیجه نمیرسه. خانم سرشار عزیز، فرهنگ رو، ویژگی‌های فرهنگمون رو فراموش نکنید. نخه؟ فرهنگ استبداد در حقیقت دستاوردهای استبداد هم داره. ما هم دستاورد همون فرهنگ هستیم. یواش یواش تاتی تاتی باید یاد بگیریم که چگونه. امیدوار هستم که در این بخش اکسیون‌های حقوق بشری که خدا رو شکر موفق‌تر بودیم تا تشکل‌های سیاسی و همگرایی‌های سیاسی، بتوانیم اون به صورت یک کل قدرتمند اون در حقیقت حرکت سمت و سود دهنده رو داشته باشیم که این در رابطه با این کشتارهای 67 حداقل بتونیم از منابع مهمونه محکومیت رو بگیریم. چطور آقای اصلانی؟ بله، ببینید یکی از چیزهایی که در حقیقت یکی از مواردی که میشه محافل حقوق بشری ارائه داد، اون در حقیقت همین کشتار جمهوری اسلامی در بود نامبارکش دست کم دست به کشتار نزده. اما گفتم به جهت اون گزیدار شدن شیوه های منحصر به فرد در تابستون 67 و اون همه کشی، شاید این یه پرونده‌ای باشه که بشه در حقیقت با یک نوع توافق عمومی و با تلاش همه کسانی که در راه حقوق بشر و حقوق انسان تلاش میکنن، این رو به عنوان یک پروژه ملی و یک پرونده ملی به در حقیقت دادگاه بین‌المللی ارائه داد. ما به هر جهت انسان‌های محکوم به امید هستیم. اون روزی رو انتظار میکشیم که این صندلی‌های دادگاه های بین المللی خمیازه کشون انتظار اینو میکشن که جانیان رو به روی خودشون قرار بدن. بجد ما محکوم به این امیدواری هستیم. تشکر میکنم آقای مهدی اصلانی، با سپاس از وقتی که گذاشتید برای ما در این برنامه. انشالله با امید به گفتگو با شما در جلسات آتی. با سپاس بسیار همای سرشار عزیزم، خیلی ممنون. خیلی ممنون که تشریف آوردید، محبت کردید. و با سپاس بسیار از شما دوستان عزیز که تا این ساعت ما اجازه دادید در خدمتتون باشیم. تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.